سلام، خوش اومدی به کانال یوتیوب هانیما. با یه آموزش سالم خوری دیگه اومدیم پیشتون. بهت پیشنهاد میکنم همیشه تخم مرغ رو تو صبحونت بگنجونی به هر شکلی که میتونی. تخم مرغ همون پروتئین و چربی مفیدی که برای اولین وعده لازم داری به بدنت برسونی و داره. اگه فکر میکنی همیشه تخم مرغ خوردن خسته کننده است، باید بگم داری اشتباه میکنی. بهت قول میدم میتونی انقدر تنوع داشته باشی و صبحونه های جذاب با تخم مرغ درست کنی که هیچ وقت ازش خسته نشی. تو همین ویدیو دو مدل صبحونه جذاب و خوشمزه و سالم با تخم مرغ یاد بگیر و ازش لذت ببر، هم از طعم خوب صبحونت هم از سلامتی و تناسب اندامت. من خودم قبل از تست این ترکیب نمیدونستم که ترکیب کنجد و سیاه دونه با تخم مرغ اینقدر خوب و جذاب میشه. همینطور ترکیب گل کلم با تخم مرغ. میبینی تنوع و جذابیت فقط تو اشتباه غذا خوردن نیست. سالم خوری خودش یه سرزمین عجایب از طعماست. انقدر راحت میشه کلی ترکیب خوشمزه و هیجان انگیز با سبزیجات و تخم مرغ، دونه ها و میوه ها، خشکبار و گوشت و مرغ و ماهی درست کرد که حتی تصورش هم نمیتونی بکنی. فقط کافیه یکم حوصله به خرج بدی و خودتو شگفت زده کنی، دقیقا مثل ما که بعد از خوردن این دو تا صبحونه خوشمزه کلی هیجان زده شدیم. همونطوری که تو ویدیو داری میبینی، درست کردن این دو تا صبحونه خیلی ساده است. هم مواد اولیه ساده ای داره و هم درست کردنش خیلی راحته، اما طعم خیلی خوبی داره و خیلی خوشخوراکه. برای تاپینگ کوکو کلم هم میشه از پنیر پیتزا استفاده کرد، هم از پنیر سنتی. این دیگه سلیقه‌ای و باب ذائقه خودتون، میتونید تغییرش بدید. همینطور مقدار پخته شدن و گریل شدنش که دوست دارید کم باشه یا زیاد. برای درست کردن این یکی صبحونه جذابمونم فقط کافیه کنجد و سیاه دونه رو توی تابه بریزی و پخششون کنی اطراف تابه که وسط تابه کاملا خالی بمونه. روی کنجدا و سیاه دونه ها پنیر دلخواهتو بریز. پنیر پیتزا، پنیر سنتی، هر پنیری که دوست داری رو میتونی اضافه بکنی. وسط تابه که خالیه یکم کره محلی اضافه کن و تخم مرغ رو بشکن همون وسط، ولی اجازه بده که سفیده ها یکم روی کنجدا رو بگیره. یکم بهش زمان بده تا پنیر آب بشه. آروم آروم اطراف تابه رو جدا کن و برگردون تا کنجدا و سیاه دونه ها دور تا دور تخم مرغ رو بگیره. الان دیگه این نیمروی جذاب آماده است و میتونی از تابه منتقلش کنی به بشقاب و از طعم خوبش لذت ببری. نوشه جان،